بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، برنامه دیدگاه رو میبینید. در برنامه امروز در باره این موضوع صحبت میکنیم که چگونه ایران اسلامی غرق در خرافات شد، موضوعی که در واقع آشی که به اندازه شور شده که صدای آشپز هم در جاهای مختلف بیرون اومده و همه صحبت از این میکنند که خرافات سراسر کشور ایران رو فرا گرفته. این مطلب رو بنده در چند بخش خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی صحبت میکنم. بخش اول این که اصولا دین مبین اسلام در 1400 و اندی سال پیش برای این اومد که خرافات رو از فکر مردم، از ذهن مردم، از اندیشه مردم و از زندگی مردم بزداید و یک دین بدور از خرافات مبتنی بر قرآن کریم و مبتنی بر سنت مطهر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم تحویل مردم بدهد. ما میدونیم در زمانی که دین مبین اسلام نازل شد در شبه جزیره عربستان، سراسر دنیا رو بت پرستی، خرافات، انسان پرستی و مسائل مختلفی فرا گرفته بود، من جمله شبه جزیره عربستان و مکه مکرمه و کعبه رو که درش 360 بت نگهداری میشد و به شیوه های مختلف عبادت و پرستش میشد. خب در مکانهایی که اسلام پیشرفت کرد، در کشورهای سایر کشورهای عربی، در ایران، در قسمتهایی از آفریقا، تا حد زیادی این خرافات از بین رفتن. ایران ما در اون زمان توسط زرتشتیان و ملاهای زرتشتی و پادشاهان ساسانی با یکدیگر دست به دست هم داده بودند و در اونجا هم خرافات زیادی رواج داشت. در هند، در چین که امروزه بودایی ها هستند و در هند که هندویسم ها هستند و جاهای مختلف خرافات رواج داشتند و هم اکنون هم ما شاهد رواج خرافات در این کشورهای غیر مسلمان، بودایی یا هندویزم هستیم. اما سوالی که شاید برای بسیاری یا مطرح بشه، میگه خب کشورهای عربی و ایران تقریبا همهشون همزمان با یکدیگر مسلمان شدند، یعنی اسلام در زمان خلیفه دوم اندکی بعد از وفات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد ایران شد و ایرانیان تا قرنها مسلمانان خیلی خوبی بودند، از قرآن پیروی میکردند، از سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیروی میکردند، بخاری نوشتند، مسلم نوشتند، سنن ابو داوود، سنن نسائی، سنن ابن ماجه، سنن ترمذی، مستدرک حاکم نیشابوری و دهها کتاب دیگر رو به رشته تحریر درآوردند و مسلمانان بسیار خوبی بودند. اما چه شد که خرافات سراسر ایران رو در نوردید و امروز ما صحبت از 8000 و اندی امامزاده ثبت شده و حدود 12000 امامزاده غیر ثبت شده، یعنی 8000 امامزاده ثبت شده، 3-4 هزار نفر، 3-4 هزار امامزاده غیر ثبت شده داریم که یک رقم سر به فلک کشیده است و با اسمهای عجیب و غریبی مواجه هستیم. امامزاده بیژن، امامزاده ترکدور، امامزاده باد، امامزاده های عجیب و غریبی در ایران که این و غین و امامزاده های عجیب و غریبی که ما مطرح خواهیم کرد، به گونه ای که الان آخوندها در واقع از یک طرف منافع مادی خودشون رو در خطر میبینن و خودشون هم صحبتهایی در این زمینه مطرح کردن. حالا من از اول از اسلام بگم. خب اسلام وقتی که اومد خرافات زیادی در دنیا بود. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم 13 سال حیات مکی خودشون رو صرف زدودن خرافات، صرف پخش توحید، یکتاپرستی و دین الهی کردن و حتی چون سر قبور مردم که به زیارت قبور می رفتن در اونجا مرتکب خرافات می شدن، پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودن به زیارت قبور هم نروید. ولی بعدها که این افکار خرافی از ذهن و فکر مردم بیرون شد، فرمود که من شما را از زیارت قبور نهی می کردم، الان به زیارت قبور برید که شما رو بیاد آخرت می اندازد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با تمام اون چیزهایی که من خیلی مفصل صحبت نمی کنم این مقدمه رو، با تمام اون مواردی که باعث ایجاد خرافه می شد، در حیات مبارک خودشون
مبارزه کردند. هنگامی که فرزندش ابراهیم در 2 سالگی وفات نمودند، خورشید گرفتگی ایجاد شد. در میان مردم شایع شد که چون فرزند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فوت کردن، این خورشید گرفتگی ایجاد شده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله، اینها دو تا نشانی، خورشید و ماه دو تا نشانی از نشانه های الله متعال هستند. لا ینکسفان ولا ینخسفان لموت احد ولا لحیاته، برای مرگ و زندگی هیچ کسی خورشید و ماه دچار خسوف و کسوف نمیشن، بلکه نشانه های الهی هستند. میخواست این خرافه نباشد. در آیات مختلف قرآن کریم تأکید شده که محمد عبد است، بنده الهی. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک است اون پروردگاری که بنده اش محمد رو شب هنگام از مسجد الحرام به مسجد الاقصى برد. این معجزات رو وقتی که میبینید، این جریانات رو وقتی که میبینید، فکر نکنید محمد عبد نیست، محمد بنده الله متعال است. و در واقع رسول الله صلی الله علیه و سلم در جاهای مختلف تأکید میکنه قرآن کریم که یک بشر هست، یک انسانی است مانند شما، و نگاه بکنید که در واقع گمراه و بیراه نشوید و در به در نشید و از راه بیراه نشید. در نتیجه مبارزه با خرافات هست. فرمود لا تترونی کما اترت النصارى فی عیسی ابن مریم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن اون گونه که نصارا در مورد عیسی ابن مریم غلو کردند و دچار گمراهی شدن، ایشونه و مادرش رو خدا دونستن، شما با من اینطوری برخورد نکنید. اللهم لا تجعل قبری وثنا یعبد، فرمود بار اله قبرم را توسط به بوتی تبدیل به بوتی نکن که مورد عبادت و پرستش قرار بگیرد. و فرمود لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، خدا یهود و نصارا رو لعنت بکند که قبرهای پیامبرانشون رو تبدیل به مسجد کردن، سجدگاه کردن. و این گونه در واقع رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با تمام پدیده های خرافات در 23 سال حیات مبارک خودش مبارزه کرد. و وقتی که اومدن و بهش پیشنهاد دادن، گفتن ما دیدیم که در حبشه مردم درختی دارند، اون درخت رو مقدس میدونند، عبادت میکنند. به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پیشنهاد کردند که اجعل الله لنا ذات انوات كما لهم ذات انوات، ای پیامبر برای ما هم یک درختی مانند این ذات انوات قرار بده اونطوری که اونها دارن. فرمود آیا میخواهید به جاهلیت برگردید؟ و از تمام مظاهر جاهلیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برحذر داشتن. یک نسل بر اساس توحید، بر اساس یکتاپرستی، بر اساس دین الهی بدور از خرافات تربیت کردند، تا جایی که پروردگار فرمود که والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، پیشگامان نخستین مهاجرین و انصار و کسانی که از اونها پیروی کردند، خدا از اونها راضی است، اونها از خدا راضی هستند. و تا جایی که بعد از 23 سال دعوت، نبی اکرم صلی الله علیه و سلم قبل از این که دعوت حق رو لبیک بگه، 2 ماه قبل از اون در حجۃ الوداع، در ذیحجه، در 10 ذیحجه، این آیه قرآن کریم نازل شد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز دیگه دین الهی کامل شده، امروز کسی حق ندارد بعد از این تاریخ چیزی به دین خدا کم بکنه، چیزی از دین خدا کم بکند یا چیزی به دین خدا بیفزاید. دیگه دین خدا تموم شد. الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین رو کامل کردیم، اون چی که ما به عنوان عبادت برای شما معرفی کردیم شما عبادت کنید، اون عبادت رو انجام بدید، و اون چیزی رو که ما برای شما به عنوان عبادت تعیین نکردیم، کل بدعت ضلاله، فرمود هر بدعتی ضلالت هست و هر ضلالت جایش در جهنم هست و باعث نابودی و باعث هلاکتشون و گمراهی شما می شود. و فرمود ترکتکم علی المحجة البيضاء، من شما را بر دلیل واضح و روشن و آشکار گذاشتم، قرآن کریم و سنت مطهر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، لیلها که نهارها، شبش مانند روزش روشن هست و هیچ جای ابهام و التباسی در توحید، در یکتاپرستی، در پیروی از سنت، در دوری از خرافات وجود ندارد. همه چیز رو برای شما توضیح دادم و دین الهی رو تمام کردم. و در حجۃ الوداع پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود اللهم هل بلغت،
از صحابه پرسید، گفت خدا رو گواه میگیرم شما صحابه گواهی بدید برای من، آیا من تبلیغ کردم دین الهی رو؟ گفتند بله تبلیغ کردید، ما گواهی میدهیم که شما دین الهی رو تبلیغ کردید. اما چه شد؟ این دینی که چنین سرچشمه پاک و صافی داشت، با مرور زمان دچار بدعت شد، دچار خرافات شد، به ویژه در ایران عزیز ما. چه شد که این اتفاق افتاد و اینگونه ما دچار خرافات شدیم و سالهاست یا قرنهاست در کشور ما اونطوری که اندیشمندان و متفکران ایرانی میگن به صورت سیستماتیک و برنامه ریز شده خرافات داره پمپاژ میشه به جامعه و روز به روز جامعه رو بیشتر به سوی خرافات میبرد؟ چه اتفاقشو میافتاد؟ چه اتفاق نحسی در ایران اسلامی؟ شاید شما در هیچ کشور اسلامی اونقدر که امامزاده و عبادتگاه و جای پا و جای دست و جای نمیدونم خوابیدن و نشستن و برخواستن امامان که در ایران وجود داره در هیچ کشور دیگری وجود نداره، نه در کشورهای عربی و نه در کشورهای غیر عربی. چه اتفاقی افتاد که ما رو به این روز انداخت که امروز کشور عزیز ما و مردم عزیز ما غرق در خرافات هستند؟ در واقع بزرگترین حادثه تاریخ در ابتدای قرن دهم هجری قمری توسط شاه اسماعیل صفوی اتفاق افتاد و ماجرا از این قرار بود در اون روزگار، ماجرا از این قرار بود که در واقع حکومت عثمانی در اون زمان یک قدرت بزرگ سنی در منطقه بود و صفوی ها که گروهی صوفی بودند و گرایشات ملی و ایرانی هم داشتند میخواستند به نحوی ایران رو در برابر با صفویه در برابر عثمانی ها هویتش رو حفظ بکنن، ملیتش رو حفظ بکنن، کرامتش رو حفظ بکنن. در نتیجه صرفاً به خاطر یک گرایش سیاسی، به خاطر مخالفت سیاسی با عثمانی ها، صفوی ها اومدن یک اقلیت دینی شیعه رو که تا اون روزگار یعنی در نه قرن اول اسلام یک اقلیت کوچک در داخل ایران بودن، دین رسمی کشور رو شیعه اثنی عشری اعلام کردن و با اهل سنت که خب عثمانی ها هم سنی بودن اعلام جنگ کردن. صدها هزار مسلمان رو که من در بحث‌های آینده بیشتر در این زمینه صحبت خواهم کرد به قتل رساندن، تا جایی که یک گروهی داشتن به نام چگین‌ها یعنی آدمخواران صفوی، گروهی تجاوز می‌کردن، گروهی آدم می‌خوردن. برای اهل سنت در واقع سه تا راه حل جلوی یک سنی می‌گذاشتن. کتاب‌های معتبر تاریخی نوشته یک، یا شیعه بشو یا تبعید رو قبول کن یا تو رو به قتل میرسانیم. این سه تا مسیر رو در واقع انتخاب کردن و این گونه در واقع جنایت و خیانت کردن. به نظر میرسد اشکال فنی وجود داره. یک میان برنامه میریم، همراه ما باشید، در ادامه در خدمت شما خواهیم بود.
مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. صحبت قبل از میان برنامه صحبت رو به اینجا رساندیم که صفویه در یک مخالفت سیاسی با امپراتوری عثمانی اون زمان که سنی بودن در ایران روی کار اومدن. خود صفوی ها در واقع در اصل صوفی بودند، از اسلام صوفی شافعی پیروی میکردند و خب تصوف یا حداقل بخش بزرگی از تصوف در خرافات و قبر پرستی و این سری مسائل با تشیع نزدیک بودند. به هر حال با این کار اومدن و در واقع ایران رو شیعه کردن به زور. حالا این بحث مفصلی است که ما صحبت خواهیم کرد و برای مخالفت با اهل سنت هر اون چیزی رو که اهل سنت بدعت و خرافات میدونستن و عموم مسلمانان بدعت و خرافات میدونستن، اینها رو آوردن وارد یک دین جدید کردن به نام شیعه اثناعشری و یک جریان رودخانه عظیمی از خرافات رو در داخل کشور به راه انداختن. برای اینکه بدونید که چه اتفاقی در دوران صفویه افتاده، کافیست شما کتابی مانند بهارالانوار مجلسی رو که در دوران صفویه در قرن 11 و 12 به رشته تحریر در اومده و نوشته شده، کافیست که این کتاب رو مطالعه بکنید و کافیست که به این کتاب نگاهی بیاندازید. 25 جلد کتاب رو که به قول میگند از یکی نقل میکنند، اگر یک جلدش رو در واقع در دریایی بیاندازید اون دریا رو نجس میکند، به این معنی که به اندازه این میزان خرافات در این کتاب زیاد هست که برای نابود کردن عقلانیت، برای نابود کردن انسانیت کافی است. و از اون تاریخ به بعد صفویه 200 سال تمام، بیشتر از 200 سال، 2 قرن خرافات به ایران تزریق کرد، امامزاده پروری کرد، عصمت پروری کرد، تقدس گرایی کرد و عقلانیت رو از ایران و ایرانی گرفت. نتیجهش خرافاتی شد که ما الان داریم. حالا در بخشی خرافات مقداری تضعیف شد. رضا شاه و شاه پدر و پسر تلاش کردند این خرافات رو از مردم ایران دور بکنند ولی شکست خوردند. آخوندها اومدند و مجدداً اون چه که امروز در این 45 سال گذشته ما داریم احیای خرافات دوره صفوی است، به گونه ای که ما قبل از انقلاب حدود 2000 امامزاده در کشور داشتیم، امروز بیش از 8100 و اندی امامزاده ثبت شده در کشور داریم، غیر از اون که 4000 تا غیر ثبت شده داریم که در مجموع 12000 اند. حالا شما ببینید کشوری که این همه خرافات درش وجود داشته باشد و از عقلانیت این همه فاصله داشته باشه وضعیتش چگونه هست. من تصاویری رو و در واقع فیلم ها و ویدیوهای در این زمینه از افراد مختلف نشون میدم. ابتدا این تصویر رو اتاق فرمان اگر ممکنه به من بدید که در واقع از طرف نهادهای رسمی و اوقاف پخش شده که چقدر امامزاده در هر استانی از استانهای ایران وجود داره و در اینجا به نمایش گذاشته شده. همونطوری که میبینید در واقع قرمز بالاترین حد امامزاده رو داره، رنگ قرمز، و این آبی آسمانی در واقع کمترین امامزاده رو داره. همونطوری که میبینید در مجموع در کشور ما 8167 امامزاده ثبت شده توسط وزارت اوقاف در کل کشور وجود داره که در این بین در واقع همونطوری که میبینید بلوچستان کم هستند، هرمزگان خب مناطق سنی نشین هستند، بوشهر کم هستند، در ایلام کم هست، کرمانشاه، کردستان تعداد خیلی اندکه و همینطور در آذربایجان غربی. ولی میبینیم که در خیلی از جاها مانند مازندران با 1276 تا، گیلان با 671 و
در واقع استان فارس هم با 1451 بالاترین حد امامزاده رو داره. امامزاده یعنی چی؟ همونطوری که ما صحبت کردیم، امامزاده یعنی خرافات و یعنی ظلم و ستم و جنایت. خب علکی هم نیست، باید در واقع این امامزاده ها باید رشد بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه سالانه هزاران میلیارد از پول ایران صرف خرافه گستری، صرف امامزاده سازی در کشور میشه. نماز که مردم ما کمتر از اول انقلاب نماز میخونند، روزه که مردم ما در ایران کمتر از اول انقلاب روزه میگیرند، دینداری مردم ما نسبت به اول انقلاب طبق تمام بحث هایی که شده کمتر شده. تنها چیزی که یک رشد سرطانی در کشور ما داشته امامزاده سازی بوده و جیب آخوندها رو پر کردن. چرا؟ به خاطر اینکه اینها ده ها نهاد در کشور درست کردن به نام نهادهای دینی. وظیفه این نهادهای دینی چی هست؟ خرافه پروری، امامزاده سازی، مخالفت با اسلام، مخالفت با مسلمین و خالف العامه، یعنی با عموم مسلمانان مخالفت کنید. این ارقام رو ببینید، اینو خود وبسایت‌های اونها پخش کردن. اینهایی که شما میبینید، من نمیخوام همهشون رو بخونم، خودتون نگاه بکنید. بودجه پیشنهادی 1403 دولت برای نهادهای فرهنگی و مذهبی، نشر آثار امام 160 میلیارد تومان، آستان مقدس حضرت امام 216 میلیارد، دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده 8789 میلیارد تومان. همه اینها رو شما بخونید، اینها مجموعه ای از نهادهای خرافه پرور در کشور ما هستند که هزاران میلیارد تومان از سرمایه مردم ایران رو صرف خرافه پروری در داخل کشور میکنند. اون وقت چطور نباید انتظار داشته باشیم که در واقع این اتفاق در کشور ما بیفته؟ حالا صحبت این متفکر و اقتصاددار ایرانی آقای محسن رنانی رو هم در این زمینه گوش بکنیم که حائز اهمیت از صحبت‌های ایشون که چگونه از دوران صفویه تا کنون داره در کشور ما خرافات به صورت سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده در این کشور داره تزریق میشه، پمپاژ میشه و خمینی و خامنه‌ای اومدند و عقلانیت رو از بین بردند و اینگونه اینها رو پخش کردن. صحبت هایشون رو داشته باشیم. فیلسوفیمون و دوران اندیشگریمون پایان میابه. چه اتفاقی میفته که این دوره پایان پیدا میکنه؟ ملا صدرا اول صفویه نیست دیگه، اواخر صفویه است. میخوام بگم صفویه که آمد، ما با دوره ای از تولید منظم و تزریق منظم خرافه به جامعه روبرو هست. از طرف دولت و حکومت؟ از طرف دولت و ملا باشی ها. یعنی حکومت دین رو عوض کرده، حالا برای این دین نهاد روحانیت نیاز داره، نهاد روحانیتش رو میسازه، بخشی رو از لبنان میاره، بخشیش رو همینجا خلق میکنه، نهاد روحانیت میسازه و این نهاد روحانیت یکی از وظایفش و کارکردهای اصلیش تزریق منظم خرافه به جامعه است. ما در قبل از صفویه هم با خرافه روبرویی، اما خرافه هایی که به طور تصادفی ساخته میشه. فلان امامزاده معجزه داره، نه به صورت سیستماتیک هست. حالا اصلا ممکنه امامزاده سابقه هم نداشته باشه، ریشه هم نداشته باشه، ولی اهالی روستا این اعتقادو دارن. با تولید خرافه غیر سیستماتیک تصادفی روبرویی. از زمان صفوی ما با تولید منظم و سیستماتیک خرافه و تزریق روبرویم با حمایت حکومت، که طبیعتا یک اینطور حکومتی دیگه نمیتونه حامی اندیشه و فلسفیه. یعنی ما اینجا دیگه پایان پایان اندیشه‌گری سیستماتیکیم. باز اندیشه‌ورز داریم ما، ولی دیگه اندیشه‌ورزی سیستماتیک، ببینید بخش زیادی از این اندیشه‌ورزی ها رو با نهادهای دینی عجین بوده. یعنی فیلسوفان ما روحانی هم بودن، خیلی مواقع دانشمندان ما روحانی هم بودن، علم دین هم میدونستن، اما از یه جایی نهاد دین با نهاد روحانیت به کارخانه تولید منظم خرافه و تزریق اندیشه های خرافی تبدیل شد. این دیگه سیستماتیکی که آسیب میزنه. پس یه حرکت اینجا بوده که ما میتونیم بگیم دوران تعلیق عقلانیت شروع شده.
پس ما به لحاظ عقلانی، به لحاظ فناوری، به لحاظ سازماندهی اجتماعی، به لحاظ سازماندهی سیاسی در عصر صفوی با اروپا تقریبا برابر بودیم، اگه بهتر نبوده باشیم، که شاید باید بگیم از یه زمینه هایی بهترم بودیم. ولی اینجا به خاطر حالا شاه اسماعیل به خاطر مصالح سیاسی دین جدید رو غلبه داد، بعدن افراد کردن پادشاهان صفوی برای اینکه این دین جدید رو دیگه خیلی غلبه بدن، شروع کردن به ساختن دستگاهی که این دستگاه کارش تولید منظم ضد اندیشه. بنابراین ما در این دوره با به طور سیستماتیک داریم محصولاتی رو تزریق میکنیم که پایه های عقلانیت ایران رو تخریب میکنه. این دوره صفوی هنوز هم ادامه داره دیگه. دستگاه روحانیت امروز ما ادامه دستگاه روحانیت ساخته شده در دوره صفویه و کارش همچنان همینه. شما همچنان مفاتیح الجنان شاید بیش از قرآن حضور داره در خانه ها، بیش از قرآن چاپ میشه و این ادامه ی همون حرکت. یا همچنان مدعاهای ما دارن تولید خرافه میکنن و تزریق میکنن. احادیث میگن که هیچ ریشه ای نداره، یا اگر وجود داره مسجله که من به همین اندازه اصابت های آقای محسن رنانی اقتصاددان و استاد دانشگاه اصفهان کفایت میکنم. در جلسات بعدی بیشتر در این زمینه ها صحبت میکنیم. خلاصه اصابت ایشون اینه که صفویه روحانیت خرافات رو سیستماتیک کردن، روحانیت رو از جبل آبل لبنان آوردند، از بحرین آوردند، از جاهای دیگر آوردند و در ایران اسلامی اون روز که در واقع همهشون یا اکثریتشون سنی بودن به جامعه تزریق کردند، به خاطر اینکه یک دین متمایز و جدا از دین امپراتوری عثمانی سنی داشته باشند، روز به روز حجم خرافات رو افزایش دادند و این چیزی است که امروز ادامه داره. خمینی و خامنه ای برای اینکه به این وضعیت برسن، میبینیم که یعنی مخالفت با اهل سنت و خودشون تفکیک بکنن، میبینیم ایدشون با اید مسلمانان فرق میکنه، آینشون با این مسلمانان فرق میکنه، خرافات رو دارن گسترش میدن. و جالب این هست که ما با پدیده های بسیار مختلفی مواجه هستیم. این امامزاده رو ببینیم که در واقع خرافات چطور در کشور ما داره غوغا میکنه. امامزاده ایست به نام امامزاده غلغلی که مردم در اونجا غل میخورن یا غلط میخورن برای اینکه به نیازهایشون برسن. دین الهی رو این آخوندها تبدیل به چی کردن؟ در جهان صورت بر خاک و داعش را برچی به ما خیر و برکت بده. این زن من رو پاید زندان برای من نگه دار. جهان چجه بسته میشه؟ خدای این زن برای ما حفظ کن، خدای به ما پول عنایت بکنه، خدای ما را بشر خناسان اللهم صل على محمد. بس. خب این امامزاده غلغلی هست که در واقع شناخته شده هم هست و ایده میرند اونجا غلط میخورند و در واقع تقاضای نیاز میکنند و اینگونه به نیازشون میرسند. ویدئویی هم در روزهای اخیر از پاکستان منتشر شده بود. البته پاکستان صوفی هایی که در اونجا وجود دارن دست کمی از اون چیزی که آخوندها انجام میدن ندارن، ولی علمای اهل سنت اونجا تلاش میکنن مردم رو از خرافات نجات بدن، ولی آخوندها دارن در اونجا پول میدن برای رواج خرافات. این ویدئو رو ببینید. یه فردی رفته داخل زیر زمین به اصطلاح یک قبر و وضعیتی تدارک دیده و از اون زیر حرفهایی میزنه و مردم فکر میکنن کرامتی میشه. بعد که پلیس متوجه میشه میرن اینا چی زده؟ دفعه وایتله چله تا هون دیگه تا امن صحیح بود.
ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤਕਲੀਫ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ همونطوری که مشاهده میکنید یک آدم حقباز رفته اون پایین و به هر حال مردم هم اونجا میرن حاجت میخوان و نیاز میخوان و چه بسا در واقع حاجت ها و نیازهای اونا رو هم صحبت میکنه، حرف میزنه و اینگونه زمینه رو در واقع برای پخش خرافات آماده میکنه و خرافات زیادی رو منتشر میکنه. یکی از امامزاده هایی که اخیرا منتشر شد امامزاده ایست به نام امامزاده باد که در مرز ایران و آذربایجان به نظر میرسه که هست. اینو با یکی داشته باشیم از امامزاده های عجیب و غریب. یه امامزاده زدن به اسم امامزاده باد. بله درست شنیدین، امامزاده باد. خیلی آزاخی که. حالا بریم با هم ببینیم که این امامزاده باد کیه و چه کارایی انجام میده. بریم. با سلام بینندگان عزیز، جالب بود امروز ما از درگز اومدیم به باجگیران. باجگیران نقطه صفر مرزی کشور ترکمنستان و اشقاباده و گفتم که صحنه‌های جالبی دیدم و شنیدم از این محله، گفتم براتون یه گزارشی تهیه کنم برای شما هم جالبه بدونین. پشت این ارتفاعات شهر اشقاباد، اشقاباد ترکمنستان، ما نقطه صفر هستیم. جالبی کار اینجاست که اینجا یک امامزاده به نام امامزاده باد داریم که اینو باد آورده اینجا و جالبتر از همه که این امامزاده باد اگه کسی دستش باد کرده، پاش باد کرده، اینا کار باد و شفا میده. باد فت باشه، باد معده باشه، باد لوزه باشه، خلاصه اینجوری بهتون بگم امامزاده باد میگن هر بادی رو اینجا شفا میده. البته من نمیگم، این بزرگوار میگه انشالله که. بله بفرمایید. من از قره آقا خودش یکی از شفا یافتگانه. توضیح بدین اینجا چیه؟ توضیح والا بلش میگه امامزاده باد، بادش در رفته اومده اینجا. خب نگاه همه رقم داریم دیگه، امام بل. امام زیراباد داریم، امام باد داریم، همه امام ها رو ببینیم، امام هایی که اطراف هست نقطه صفر مرزی ما دیدیم. قربون همشون بشن. بله خیلی خب، من به همین اندازه اکتفا میکنم. همونطوری که دیدید گفت مرز ایران و ترکمنستان اشقاباد است که بنده به اشتباهی گفتم مرز آذربایجان. به هر حال بنده ویدیوهای زیادی رو در اینجا در این زمینه تدارک دیدم ولی به همین اندازه اکتفا میکنم. یه ویدیو دیگه رو پخش میکنم، صدای شما بینندگان عزیز رو خواهیم شنید. این ویدیو رو هم اگر داشته باشیم اتاق فرمان ممنون میشم. در رابطه با کتاب ملا محمد باقر مجلسی است و میزان خرافاتی که در این کتاب وجود داره و امروز با ده ها بلکه صد ها چاپ شده در داخل کشور ما و در حالی که آزادی خواهان، علمای اهل سنت، دعوتگران توحید و یکتاپرستی در حال تلاش میکنن ملت ایران رو از این خرافات نجات بدن، آخوندها، ولایت فقیه و مراجع تقلید تلاش میکنن بیشتر بهارالانوار مدرسی رو به خورد مردم بدن. این ویدیو رو باید بشنویم. یه جوره میشه گفت اساس خرافات این دو ملای متعصب ایجاد کردن. ملا محمد باقر مجلسی تو بافتن خرافات و بیان کردن مزخرفات ید طولایی داشته. ایشون با کمک تعدادی از عامی‌های عالم نما و جاهلای متعصب بی سواد 24 جلد کتاب بهارالانوار نوشته و برای باورپذیر کردن نوشته‌هاش اونها رو بر اساس گفته‌های امام محمد باقر و روایت‌های جعفر صادق نقل کرده. اگه یک جلد کتاب بهارالانوار
در بین هر ملتی منتشر بشه و این خرافات تو ذهن و تفکرشون ایجاد و ریشه دار بشه، دیگه امید نجات اون ملت بسیار مشکل و دشواره. خب از همونطوری که دیدیم این جمله رو در واقع نقل کرده بود از میرزا آقاخان کرمانی و شما تصور بکنید که در میان ملت ایران نه تنها اینکه 25 جلد بارون الوار مجلسی، ایلایشون گفت 24 جلد ولی چاپ‌های 25 جلدن، به بارون الوار مجلسی وجود داره، بلکه صدها جلد کتاب از 45 سال پیش تا کنون که همگیشون در راستای خرافه پروری و خرافه گسترانی تلاش میکنن و ده ها نهاد مذهبی و هزاران میلیارد تومان پول ملت ایران صرف این خرافه پروری میشود و امیدواریم که ملت ایران روزی برسد که از این خرافه پروری و از این خرافه پرستی و از این اندیشه های ضد عقل و خرد و اندیشه بشری نجات پیدا بکنند، یک بار دیگر به قرآن کریم، به سنت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم مراجعه بکنند و یک زندگی مناسبتری رو در واقع داشته باشند. شماره تلفن برنامه، شماره واتساپ برنامه زیرنویس هست. شما بینندگان عزیز میتونید تماس بگیرید و دیدگاه هایتون رو با ما در میان بگذارید. همچنین در واتساپ برنامه میتونید پیام های متنی بفرستید و دیدگاه هایتون رو مطرح بکنید. به محض اینکه ارتباطتون با ما برقرار شد، صدای تلویزیون یا گیرندهتون رو ببندید تا اینکه ما راحت بتونیم با شما صحبت کنیم. بیننده روی خط هست، سلام بر شما، بفرمایید. سلام بیننده عزیز، بفرمایید، صدای منو دارید، بفرمایید. خب شما قطع شدید و نتونستیم صدای شما رو داشته باشیم. سری به واتساپ میزنیم و ببینیم که بینندگان در واتساپ چی میگند. بیننده ای گفته که خب بیننده ای روی خط هست، سلام بر شما، بفرمایید. الو، سلام علیکم، بفرمایید. صدای تلویزیونتون رو ببندید و بفرمایید. بفرمایید بیننده عزیز. خب متاسفانه صدای این بیننده رو نداریم. بیننده ای گفته سلام و درود خدمت استاد گرامی، خداوند قوت نصیب کند. استاد سوالی داشتم، اگر این بحث شیعه رو کنار بگذاریم بیاییم وارد سنی شویم، من سنی مذهب حنفی هستم، اما خیلی زیاد تحت تاثیر مذهب شافعی هستیم، برای تمام مذاهب احترام ویژه قائل هستم. اگر بحث این چهار مذهب را توضیح دهید که کدام یک بهتر است، چون که بعضی وقتها در انحطاط قرار میگیریم که از کدام مذهب پیروی کنیم. این بحث را برای ما روشن سازید. همیشه در دعاهایمان اسم شما و تمام افرادی که در این شبکه توحیدی زحمت متحمل می شود خواهم بود و سلام، الله حفظتان کند. الله متعال شما را حفظ کنه. بیننده عزیز ببینید، از سوال شما اینطوری برمیاد که شما نگاهی که نسبت به شیعه و سنی دارید همون نگاه نسبت به شافعی و مالکی و حنبلی و حنفی دارید، ولی این غلطه. بحث شیعه و سنی بحث فرقه هست، اعتقاداتشون فرق میکنند، اصول دینی اصول اعتقادی فرق میکنند. بحث شافعی و مالکی و حنبلی و حنفی و سلفی بحث مسائل فرعی و فقهی است. شما از هر یکی از این چهار تا مذهب پیروی بکنید هیچ اشکال شرعی نداره، با خیال راحت، بدون هیچ گونه دغدغه، بدون هیچ گونه وسوسه، شافعی باشید هم مبارکتونه، حنفی باشید، مالکی باشید، حنبلی باشید یا سلفی باشید. یعنی میگید که گروهی که میگن ما از میان چهار قول امام هر کدوم یکی که به قرآن و سنت نزدیکتر باشه به اون عمل میکنیم، اینها هیچ فرقی با یکدیگر ندارن، خطری برای دین شما هم ندارن، برای ایمان شما ندارن. اون چه برای دین و ایمان شما خطر داره شرک به الله متعال هست، خرافه پروری است و اون چیزی است که در فرقه های گمراه وجود دارد. بیننده روی خط هست، سلام بر شما، بفرمایید. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام. سلام بر شما، بفرمایید. قطع شدید. بیننده دیگه روی خط هست، سلام بر شما، بفرمایید. خسته نباشید، خدا قوت. سلامت باشید، ممنون و متشکرم. آقا
آقای تاشابی اینا مثلا بعضی میدن امامزاده باد یا امامزاده قلقلی، خود اون شخصی که مرحوم شده که اسمش مثلا قلقلی نبود، این حرکات رو مردم درباره این لفظ دیگه امامزاده باد، این لفظ دیگه مردم از خودشون طب که خدا رحمتش کنه باد نبود که. اما آدم باید خدا رو در نظر بگیره، مثلا معاویه معنیش میشه واق واق سگ، درست یا نه؟ خب بفرمایید صحبت کنید، جواب بدید. باشه جواب میدم. مثلا طلحه میشه بدبو نجس تلخ، مثلا اون خامنه ایه، اون نجس خامنه ایه که شما میگید. اینا اصحاب پیامبر بودن، یاران پیامبر بودن، در غزوات مختلف در کنار محمد و رسول الله صلی الله علیه وسلم جهاد و مبارزه کردن. اما شما فکر میکنید وقتی خامنه ای رو میبینید و اطرافیانش رو ببینید محمد و اصحابش علیاذ بالله خاکم بدهن، اینطوری نگاه میکنید. ببینید اسمها رو من با معنی که شما به دروغ میگید کار ندارم. در کنار خامنه ای چه کسانی وجود دارند؟ سعید توسی مدیر کل خامنه ای در گیلان کی هست؟ سقطی، فیلمش با لوات بیرون اومد. دو تا آخوند باجناق لوات باز، آیت الله کاظم صدیقی دزد جنایتکار و بقیه شون، و هیچ کدومشون بهتر نیستن. متاسفانه شما نگاهتون این است که پیغمبر خدا العیاذ بالله خاکم بدهن یک چیزی مانند خمینی و خامنه ای بوده، یک سری افراد دزد، یک سری افراد لواتکار، یک سری افراد جنایتکار، یک سری افراد راندخور اطرافش بودن، ولی اونها یاران محمد بودن، اونهایی که قرآن کریم در موردشون فرموده که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، خداوند از مؤمنینی که در زیر درخت با تو بیعت کردند از تو راضی شد. من اون بزرگوارانی که تو ازشون سوال، اینا هیچ کدوم امامزاده نبودند، اینها را آخوندهای جنایتکاری مانند مجلسی و کلینی و خمینی و خامنه ای و اینها درست کردند برای اینکه جیبشون رو پر بکنن. اونجا امامزاده ای هم نیست، چه بسا در خیلی از اینجاها یک سگ دفن است، چه بسا در خیلی از اینجاها یک خر دفن است، ولی آخوندهای شیاد این چیزها رو درست کردن برای اینکه شما بدبخت ها رو سیغه بکنن و از شما خمس بگیرن. حالا به برخی از این امامزاده های عجیب و غریب که آخوندها برای جیب و در واقع اشباع غرایز جنسیشون در ایران درست کردن، چون میدونید بیشترین فساد جنسی در کشور سر این امامزاده ها صورت میگیره، اینا رو داشته باشید، گوشه از اینا رو هم داشته باشیم. بله امامزاده های عجیب و غریب که در ایران عکسشون رو بگم، مرقد مطهر امامزادگان عین و غین علیه السلام، اینها هم درست کردن، آستان مقدس امامزادگان هفتن و هشتن، کم بوده اسم داشتن، آستانه مبارکه امامزادگان علی جعفر شیرین سام اولام، این هم یک امامزاده دیگر هست، آستان مبارکه امامزاده سام و لام، ببخشید سام و لام، این هم آستان مبارکه امامزاده درب آهنی، امامزاده چیچی امام، آستان مقدس امامزادگان دال و زال علیهم السلام، بقعه متبرکه سه دختران، نمیدونم بقعه مبارکه سید عبیدالله، نمیدونم کوسه حجیج، امامزاده دیگه اینجا دارن درست میکنن به نام یحیی، در حال درست شدن هست در مازندران به طرف امامزاده گزو، یا شاید تلفظ دیگه هم داشته باشه. اینها گوشه هایی از چیزهایی هستند که آخوندها درست کردن و مردم مسکین و مظلوم رو فریب میدن و سرشون کلاه میگذارن. خب بیننده رو تلفن رو خط هست، سلام بر شما، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. آقای ترشابی عزیز. خواهش میکنم، بفرمایید. خسته نباشی برادر عزیزم. سلامت باشی. متشکرم. جناب آقای ترشابی، مردم الان دیگه متوجه چیزا هستن. اینی که حالا تعداد شاسن سالشون بالاست مثل من هنوز این چیزا درد میکنن و میرن اینا، ولی دیگه جوان ها و اکثر مردم سواد دارند، خوب از بعد رو درک میکنن، این چیزها رو میفهمن،
به هر حال اینا مردم میدونن این امامزاده خب مثل یه بانک، یعنی مردم ساده پول میریزن یه ده میرن میبرن میخورن اینا، وگرنه مردم دیگه الان بیشترشون جز الله متعال و خالق یکتا که میگه از یه قطره خون دست انسانی یه فرشته در واقع خلق کرده، مردم دیگه جز او کسی رو به رسمیت نمیشناسن. آره بعد دیگه مردم اکثرا متوجه شدن و تبلیغ هم میکنن برای هم دیگه، یعنی در واقع میشنن صحبت میکنن با هم، میگن چی به چیه، این چجوریه، اون چجوریه، حق کجاست، باطل چیه. آره مردم یواش یواش انشاءالله دارن روبرو میشن و همه چیزی رو میفهمن. تبلیغ شما بسیار 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 مهمه، بسیار بسیار مهمه. ولی در این دایه های صحبت دایه که میفرمایی از اون آیاتی که اشاره کرده به غیر خدا را صدا نکنی، هر گاهن لابلا برای این مردم ساده که گول یه چیزایی میخورن اگر بگی متوجه بشن بهتر روشن میشن، مثل آیه 73 سوره حج 11 لقمان و اصلا آیه مبارکه 5 اعقاف به روشنی گفته که فقط پروردگار خود را صدا بزنید. بس متشکر، خیلی خوشحال شدم، انشاءالله که موفق و معید باشی، اجرت به پروردگار. آمین یارب، پروردگار به همه من و شما اجر بده. بیننده گفته با سلام و درود خدمت استاد ترشاوی عزیز و فهیم و دیگر عوامل شبکه مبارکه حق، همچو آفتاب تابانه و سراسر قرآن شریف و چکیده و وساره کلام الله را در نظر بگیریم. به سوی توحید و یکتاپرستی است، به سوی توحید و یکتاپرستی است بدترین نوع بت‌پرستی بشر، پرستش و مقبوس ترینش مرده پرستی است و به فرموده الله متعال در رستاخیز ممکن است رب جلیل هر گناهی را عفو نماید الا شرک، که حقیقتا هم منصفانه است. و چقدر انسانی توهی مغز باشه که خالق یکتای بی همتای رازق حی قیوم را بگذارد و پناه به قبرهایی ببرد که برای خودش معطل است و محتاج به دریای بیکران رحمت الهی. این هم در واقع پیامی که این بیننده عزیز به درستی بهش پرداخته که در واقع درست از صحبتیشون. بیننده در تلفن روی خطه، سلام بر شما بفرمایید. سلام بر شما بیننده عزیز بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو. حال شما خوب هستید؟ ممنون و متشکر، سلامت باشید، بفرمایید. ما یک پیشنهاد داریم برای شما، از شما اذان مغرب و عشاء و به وقت تهران رو خواهشن. بله بفرمایید، صدای تلویزیونتون رو ببندید و بفرمایید بیننده عزیز. خب قطع شدید، ظاهرا صحبت ایشون این بود که صدای اذان مغرب و عشاء با افق تهران پخش بشه، کلان شهری که اهل سنت درش مسجد ندارند. امیدوارم که مدیران محترم شبکه و اتاق فرمان این موضوع رو مورد توجه قرار بدن. بیننده در واتساپ روی خط هست، سلام بر شما بفرمایید. سلام علیکم استاد. علیکم السلام، سلامت باشید، بفرمایید. استاد این شیعیانی که تماس میگیرن، من خودم قبلا شیعه بودم، موحد شدم به امید الله. آمین، خدا قبول. ذهن آرامی دارم و سلامت باشید استاد عرشان. این چهار امام اهل سنت کتابی دارن، دفتری دستکی، حالشان معلوم است. این 12 امام شیعه چه کتابی دارن، چه دفتری دارن، چه مدرکی هست که اینها اصلا چه افکاری داشتن، جز اینکه اینها خودشان دیدن که این امامان حتی اهل سنت علمشان بیشتر بوده، نخواستن کتابی بنویسن، دفتری بنویسن، لزومی ندیدن، چون بهتر از آنها دیگران نوشتن. این امام رضای شیعیان چه کار مفیدی استاد در جامعه کرده بوده در زمان خودش؟ در اصل ایشان ولیعهد بوده،
از سایه به آفتاب رفته و از آفتاب به سایه، چه کار مفیدی کرده؟ اگر کرده به ما بگویید ما بدانیم. حالا اگر بگوییم امامان دیگر کاری نکردن، خونه نشین بودن، مزرعه داشتن، این که ولیعهد بوده، راهی ساخته، جامعه را تغییر داده، چه کار مفیدی کرده؟ اینا ایشالله برای ما توضیح دهید. اینها هر کدوم از این اماما چه زندگی داشتن، چه شغلی داشتن، احتمالا زندگی شخصی داشتند و چهار نفر هم دورشان می آمدن می رفتن، مثل همین آخوندهایی که الان هستن، البته بلا تشبیه اینها، ولی احتمالا از اینها دانشمند و عالمتر بوده که کارهای کردن و در تاریخ هم ثبت شده. شیعیان توجه کنید، انقدر در مورد افراد غلو نکنید. هر انسانی که فوت می کند دهه ها و صده های آینده در مورد آنها می نویسن که چه کار مفیدی کردن، چه کار شری کردن، چه کار خیلی کردن، چه کار بدی. در آخر اینکه امامان شیعه چه کاری انجام دادن. پس سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عرض به حضورتون که نباید ما به طور کلی دچار افراط یا تفریط بشیم. 11 نفری که آخوندها به عنوان امامان شیعه معرفی میکنن، 12 که وجود خارجی ندارند، ولی 11 نفر انسانهای بزرگواری بودند، اهل دین بودند، اهل علم بودند، اهل دانش بودند، اهل اجتهاد بودند، به خصوص علی و حسن و حسین رضی الله تعالی عنهم اجمعین. اما کارهایی رو که امروز آخوندها انجام میدن و با عنوان دین اهل بیت ازشون صحبت میکنند، هیچ ارتباطی با این بزرگواران ندارد و اینها دروغ میگویند که میگویند ما پیرو و اهل بیت پیامبر هستیم. بیننده روی خط هست، سلام بر شما، بفرمایید. الو. سلام بر شما، بفرمایید. ببخشید من یه سوال داشتم. شبکه کلمه دیگه درست؟ شبکه کلمه هست، بله، صداتون داره پخش میشه، بفرمایید. حال شما خوبه؟ ممنون، متشکر. من یه سوال داشتم خدمتتون. بفرمایید. آقا این بحث نذر عبدالمطلب بین صد شتر و عبدالله، این داستان صحت داره؟ من الان یادم نیست که این داستان صحت داشته باشه، ولی در کتب تاریخ وارد شده. حالا یه سوال دیگه هم دارم. بفرمایید. اگر امروز شما یه نفر رو ببینید تو خیابون، مثلا یه چاقو تو دستشه، یه پسرم مثلا پسرش هم تو دست دیگهش، بعد بهش بگی آقا اینو داری چیکار میکنی، کجا میبری؟ میگی من 3 شب خواب دیدم که اینو در راه خدا ذبح کنم. چی بهش میگی؟ عقل سلیم چی بهش میگه؟ بله شما توضیح بدید، من خدمت تو توضیح میدم. باشه، مرسی. خب در رابطه با سوالتون بذار من اینطوری خدمتتون توضیح بدم. اگر امروز شما کسی رو ببینید و ایشون در واقع بگه که آیا مثلا بچه ما میخوام ذبح بکنم، حتما ما میگیم که به هر حال کاری غلط و کاری نادرست انجام میدید. ولی بحث انبیا، مثلا ابراهیم علیه السلام که موضوعش در قرآن کریم اومده، موضوعش متفاوت هست، به خاطر اینکه خواب انبیا علیه السلام وحی است و در نتیجه اون وحی الهی با اینکه یکی از طرف خودش این کار رو بکند، دو تا موضوع متفاوت هستند. و این حدیثی که عبدالمطلب این کار کرده به نظر می رسد که حدیث ضعیفی باشد و حدیث صحیحی نیست. باز هم من بیشتر نگاه می کنم این حدیث رو، من قبلا هم شنیدم ولی صحتش رو الان به خاطر ندارم که آیا این جریان صحیح هست یا صحیح نیست. تا جایی که یاد من هست این موضوع صحیحی نیست و
اون چیزی که در این جریان اومده جریان ضعیفی است. خب خلاصه مطلب همین هست. من الان هم یه نگاهی انداختم اینجا که خلاصه مطلب این هست که این مطلب ضعیفی است. بله، بیننده در واتساپ روی خط هست. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما بیننده عزیز، بفرمایید. صدای منو میشنوید؟ بفرمایید. خب صدای این بیننده نمیتونه بشنوی. بیننده گفته سلام استاد، امیدوارم حالت خوب باشه. ممنون میشم، بفرمایید فرق سنی یا سنی صوفی با سنی صوفی چیه؟ و همچنین ممنون میشم بفرمایید که چرا بین شیعه و سنی تفرقه افتاد، از چه زمان این تفرقه شروع شد؟ سوال اولت جواب میدم، سوال دومت وقتی بیشتری میخواد. صوفی ها در میان اهل سنت گروه هایی هستند که چه بسا در برخی از مسائل پیرو سنت پیامبر نیستند، یعنی بدعت هایی درشون وجود داره ولی جزو اهل سنت هستند، جزو اهل سنت شمرده میشن، اما در بعضی از مسائل اشکالاتی درشون وجود داره. خب بیننده ای نمیدونم، وضعیت وقت ظاهرا رو به اتمام هست و وقت کمی وجود داره، اما چیزی ما در اسلام به نام شیعه و سنی نداشتیم. شیعه در طول تاریخ اندک اندک از مسلمانان و اسلام فاصله گرفتن، چیزهایی به دین اسلام اضافه کردند تا اینکه به وضعیت فعلی رسیدن، و آخرین چیزی که اضافه کردن به دین مبین اسلام ولایت فقیه است و حکومت 45 ساله ولایت فقیه است. نتیجهش خیلی واضح و روشنه. از اینی که ما رو همراهی کردید از شما تشکر میکنم. پیام های زیادی بود، معذرت خواهی میکنم که نتونستم تمام پیام های شما رو بخونم. تا جلسه دیگر و وقت دیگر، خدا یار و نگهدار.